خیلی ممنون. در خدمت جناب آقای میلاد نوری عزیز هستیم. اگر میشه نوری عزیز خودتون رو معرفی کنید و یک سلامی هم با بچه های من سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز که آنلاین ما رو تماشا میکنن. من میلاد نوری هم، بیشتر من رو به عنوان برنامه نویس میشناسن. تقریبا از سال 81 که دبیرستانی بودم برنامه نویسی رو شروع کردم و با طراحی یه سری صفحات ساده شروع کردم و توی دانشگاه مهندسی مکانیک خوندم و خیلی کارهای متنوعی کردم. حالا نمیدونم کدوماشو اشاره کنیم. آره، حالا با هم یک صحبت چیز داشته باشیم. میخوام مثلا ببینیم که چرا، چی شد که اومدی سمت برنامه نویسی؟ یعنی به سابقتون که اشاره کردی، خب یک مدت زمان خیلی زیادی رو دارید برنامه نویسی میکنید و چی شد که اصلا این کانسپت برنامه نویسی و برنامه نوشتن جذبتون کرد؟ خب اون موقع زیاد چیز نبوده دیگه، یعنی برنامه‌های وب و اپلیکیشن موبایل به این شکل نبوده. اون جذابه براتون چی بوده؟ من اولین باری که در واقع جذب دنیای کامپیوتر شدم با انیمیشن بود. اون موقع همین شبکه دو خودمون یه برنامه در حد یه ربع در هفته به اسم تصویر و حرکت نشون میداد، در واقع 3D Max آموزش میداد. همون دوره‌ای بود که کارتون شرک و شرکت هیولاها و این انیمیشن‌های سه‌بعدی اومده بودن و علاقه من شده بودم. با بچهای دبیرستان یه تیمی تشکیل دادیم، اون موقع گروه پویانمایان جوان بود اسمش. من اولین بار برام سوال بود که اگه ما بخوایم این تیم یه وبسایتی داشته باشه بعد چی کار کنیم، از کجا باید شروع کنیم. حالا تو شرایطی که اولا اینترنت ها دایالاپ بود، استک اوورفلو، آپارات، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی که چهار تا برنامه نویس بتونید کانکت بشی سوال بپرسی، هیچ کدوم اینا نبود. ما برای مجله نرم افزار، اسم مجله نرم افزار بود، به صورت آفلاین نامه نوشتیم که ما می‌خوام اینو شروع کنیم و در جواب گفته بود باید مثلا برای داشتن سایت یه هاست و دامنه تدارک ببینید، یه زبانی مثل HTML مثلا یاد بگیرید برای صفحات استاتیک یا مثلا ASP کلاسیک یا PHP که اون موقع میدون انقلاب سر راه مدرسه بود، کتاب مثلا چگونه HTML را شروع کنیم و PHP در 24 ساعت و از این کتابو خریدیم و یکم استارتش رو زدیم. و من دیگه جذب دنیای طراحی وب که شدم برام جذاب بود و اون موقع در واقع میشه گفت برنامه نویسی به شکل الان شغل حساب نمیشد. برنامه نویسی خلاصه میشد توی برنامه نویسی شبکه‌های بانکی، نرم افزاری حسابداری، نرم افزاری انبارداری. اینکه یک تک و توک شرکت ها وبسایتی داشتن در واقع یه کار لاکچری حساب میشد. مثلا اون موقع ما برای آبسال سایت زده بودیم، یه سایت 3-4 صفحه‌ای که فقط توی کاتالوگ های تبلیغاتی سررسی داشت و اینا یه آدرسی داشته باشه بذاره. یعنی استفاده وبسایت یه همچی استفاده هایی بود، تقریبا سال فکر کنم 79-80 بود. از اینجا شروع شد اولین بار. آره، چون اصلا این کانسپت کسایی که مثلا دهه 70-80 چون این سری مانه های خیلی گنده ای بوده سر رامون، اینترنت کند بود، اصلا چیزی به اسم اینترنت مثل الان وجود نداشت. سایت هایی مثل استک اوورفلو یا مثلا یوتیوب الان باز کنید کل فیلم آموزشی ایناست و این خیلی جذاب میتونه باشه که یه نفر چجوری اصلا میتونه جذب این حوزه بشه. موقع من مدرسه‌ام خوارزمی بود، روبروی دانشگاه تهران، کافینت میرفتم، حتی خونه اینترنت نداشتم. یعنی سر راه یه ساعت مثلا میپیچوندم بین مدرسه خونه رو کافینت و هزینه و بعد پروژه هایی که انجام دادید اون موقع چیزی بود که مثلا بیشتر تو همین زمینه طراحی انیمیشن بود یا مثلا کار کاربردی رو هم انجام دادید؟ نه، من این انیمیشنه که در واقع با یه سه شرکت مثل آبسال و این شرکت و افرادی که توی صنعت کار میکردن آشنا شدم. اون طراحی وب رو من یاد گرفتم ولی بلد نبودم این صفحات وبی که طراحی کردم و روی اینترنت قرار بدم. همون پنل های آنلاینی که برای مدیریت هاستینگ بود، اصلا نمیدونستم هاست و دامین چیه. من این صفحه ها رو میریختم روی وبسایت، روی سی دی و به این شرکت ها میدادم به عنوان کاتالوگشون. مثلا یه شرکتی توی نمایشگاه سنگ بود، این صفحات HTML که عکساشو چیده بودم و اینو به مشتریش به عنوان کاتالوگ ارائه میداد. و به خاطر اینکه برای من درآمدزا شد و من از انیمیشن درآمد داشتم، یواش یواش انیمیشن رو کنار گذاشتم و جذب در واقع دنیای طراحی وب شدم. و من توی دوران دبیرستان به رباتیک خیلی علاقه داشتم، یه دوره رباتیک رفته بودم، اصلا به خاطر همین من مکانیک رو ادامه دادم که خودم برنامه‌نویسی رو یواش یواش یاد گرفتم. در حین پروژه ها دیگه سوای اون بحث HTML و ASP کلاسیکی که بلد بودم، سی رو یاد گرفتم، C++ رو یاد گرفتم و دانشگاه مکانیک رو رفتم که در ادامه رباتیک در واقع کارم باشه. آره، این خیلی نکته مهمی هم هست، اینکه خیلی‌ها میپرسن اصلا وقتی ما می‌خوایم وارد این حوزه برنامه‌نویسی بشیم آیا لزومی داره ما مثلا تحصیلات مرتبط داشته باشیم؟ یا مثلا من دوست دارم برنامه‌نویسی کنم، حتما باید برم مثلا مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر بخونم؟ یا مثلا میتونم برم برق و عمران هم بخونم؟ مثلا حالا طرف میخواد میان رشته‌ای کار کنه، به جفتش علاقه داره. اگه تجربیاتتون مکانیک هم خوندید، تجربیاتتون رو به ما در میارید. اینکه لزومی داره، الان توی شرکت‌های بزرگ ایران از اسنپ و دیجیکالا گرفته تا خیلی از شرکت‌ها، من اطرافیان خودم توی شرکتمون تقریبا فکر کنم 70-80% افرادی که من میشناسم تحصیلات غیر مرتبط داشتن.
مثلا برق خوندن، صنایع خوندن، ولی خب نرم افزاری هم خیلی‌ها بودن. کافه بازار مثلا برعکسه، خیلی‌هاشون فارغ التحصیلای رشته مرتبط شریفن. این ولی این دلیل نمیشه بگیم تحصیلات مرتبط خوبه یا بده. ببین تحصیلات مرتبط اگر علاقمون رو پیدا کنیم، یعنی من اگه از اول میدونستم برنامه‌نویسی رو دوست دارم قطعا نرم افزار میخوندم. چرا؟ به خاطر اینکه من انقدر علاقم به دنیای کامپیوتر و نرم افزار زیاد شد که تو وسطای دانشگاه علاقم به مکانیک رو از دست دادم، مثل همون علاقم به انیمیشن، و این باعث شد در کنار کاری که من دوست داشتم انجام بدم، عشق و علاقم نرم افزار بود. دوست داشتم بشینم کار کنم، کد بزنم، ولی باید درسای سخت مکانیکی که دوست ندارم و احتمالاً در آینده به دردم نمیخورد و تحمل میکردم. و من طبق تجربه مثلا توی یکی از پروژه هام توی طراحی دیتابیس یه گیری میکردم و بر اساس تجربه و سوال از دوستان و چهار تا سرچ دست و پا شکسته اینو حل میکردم، ولی بعدا فهمیدم که مثلا این کاری که من دارم میکنم مثلا اسمش نرمال سازیه تو کتاب پایگاه داده دانشگاه. من تجربه یه کاری رو داشتم میکردم که نمیدونستم مثلا توی دانشگاه این وجود داره. و من مثلا به جای اینکه من توی دبیرستان خارزمی بودم، درسم خیلی خوب بود، خارزمی از مدرسه‌های در واقع رتبه یکی بود که کلی ورودی میگرفت و آزمون ورودی میگرفت و اینها، و توی دانشگاه ترم اول دوم سوم اینطوری بودم، ولی ترم چهارم به بعد من شدم بچه تنبل دانشگاه که نمیرفتم دانشگاه، میرفتم شرکت دوستان کد بزنم. من میگم خب چه بهتر بود من نرم افزار میخوندم تو دانشگاه، رشتم علاقم بود، و چه بسا جزء مثلا شاگرد اولی دانشگاهمونم بودم حداقل. و اون کاری که تفریح به عنوان عشق و علاقم انجام میدادم و خانواده میگفتن نکن، دوستان میگفتن بشین درستو بخون، میشد پروژه دانشگاهم، حداقل همراستا بود، ارتباطات ایجاد میشد، همون قسمتی از نتورکینگ و شبکه سازی تو دانشگاه اتفاق. مثلا من کلی استاد دانشگاه مکانیک دارم، کلی دوست هم دانشگاه مکانیک داشتم، ولی توی شغل من برام آوردی نداشته. این دانشگاه فقط اون آموزشه نیست، دانشگاه دید ما رو باز میکنه. دقیقاً توی ایران متاسفانه اینجوری نیست، توی دنیا که علمش هم داره به ما منتقل میکنه، توی دانشگاه ایران فقط این نکته رو بگم که متاسفانه رشته نرم افزاری که از محدود رشته هاییه که کسی که داره به شما برنامه‌نویسی تدریس میکنه تو دانشگاه معمولا اکثرا برنامه‌نویس نیست. به شما رشته حقوق کسی که برات بهتون داره تدریس میکنه قاضیه، رشته پزشکی کسی که بهتون تدریس میکنه پزشکه، ولی کسی که داره برنامه‌نویسی رو تدریس میکنه آخرین بار مثلا بپرسین چی کد زدی، آخرین پروژت کی بود. آره مثلا من دیدم بعضی وقت تو دانشگاه دوستام مثلا پاسکال هم هنوز درس میدن. آره این آره نکته خیلی چیزی که حالا محیط دانشگاه های ایران زیاد آپ تو دیت نمیشه، اون چیزی که حالا تو دانشگاه های خارج داریم میبینیم اینجا نداریم. یک نکته‌ای که حالا از بین صحبتاتون مطرح شده، این تجربه برای مثلا بعضی میگن دانشگاه اصلا مهم نیست، دقیقاً همونجوری که مثلا اشاره شد دانشگاه شاید مثلا حالا استادها یکم اذیت بکنن، ولی خب همونجوری اشاره کردین این نتورکینگ خیلی مهمه. حالا اینکه بخوایم ما مثلا بریم یک رشته دیگه بخونیم و بعد دو رشته‌ای بشه یا مثلا علاقه نداشته باشیم مثلا به رشته، شاید یکم اذیتمون کنه. در ادامه راه چیکار کردید؟ ببین اینکه الان من مکانیک خوندم، الان نمیگم اشتباه کردم، مکانیک اون موقع علاقه‌ام بود. به نظر من درسته این کار تو زندگی هر کسی نه علاقه‌ش رو علاقه‌ش آره این خیلی چیزه. و اون موقع انیمیشن علاقه من بود، اینکه بعداً علاقه‌ام عوض شد، اینه که تو علاقه‌ای که تموم شده پافشاری نکنیم. و این نکته‌ای هم که گفتم استادها خیلی‌هاشون بروز نیستن، منظورم اینه که اگر رفت دانشگاه انتخاب خوبیه به نظرم در کنار علاقه و تخصصی که بیرون یاد می‌گیریم، ولی اگر رفتیم دانشگاه خیلی رو دانشگاه به عنوان منبع یادگیریمون حساب نکنیم توی ایران، مخصوصاً تو رشته نرم افزار. یعنی اگر دانشگاه دارین نرم افزار می‌خونید، خودتون بیرون حالا تو کلاس‌های آموزشی استادهایی که هستن، نمی‌دونم کورس‌های رایگان یا غیر رایگانی که وجود دارن، خودتون دنبال یادگیری باشید. آره این که خودمون بتونیم یاد بگیریم. مثلا من تو حالا الان سالهای جدید بخاطر اینکه بروزتر شده، دسترسی به اطلاعات و اینترنت همه گیرتر شده، کم قضیه کمتره. چند سال پیش من وقتی میدیدم دانشجوهای دانشگاه آزادهای جاهای دور افتاده تر تو حوزه ما پیشرفته تر بودن، به خاطر اینکه طرف روز اول مثلا رفته بود دانشگاه علم و صنعت نرم افزار بخونه، و روز اول گفته خب من میرم دانشگاه و وقتی فارغ التحصیل شم مهندس نرم افزار علم و صنعتم دیگه، و ارشدم همونجا خونده بود، وقتی به لول ارشد رسید برنامه‌نویسی بلد نبود. ولی اون کسی که رفت تو دانشگاه آزاد یه شهر دور، از روز اول میدونست دانشگاه قرار نیست چیزی به این بده، خودش بیرون یاد گرفته بود، 8 سال که 7 سال که مثلا ارشدش تموم شده بود جاوا بلد بود، نمیدونم 10 تا پروژه بلد بود، 3 جا رفته بود کارآموزی. آره این به عنوان تله حواستون باشه، به عنوان تله تشکیل نکنید. اینکه اصلا خیلی چیز مهمه که بریم سمت علاقمون، اون چیزی که علاقه داریم. اصلا یک مسئله دیگه هم که هست، خب الان خیلی از کسایی که وارد حوزه برنامه‌نویسی میشن به بازار کارش نگاه میکنن،
نمیدونن که اصلا علاقه دارن به این حوزه یا نه. در مورد این افراد اگر نکته‌ای دارید. من تو اینستاگرام خودم خیلی وقتا دوستانی که میخوان شروع کنن سوال میپرسن، متاسفانه با این شروع میکنن، آقا برنامه‌نویسی موبایل پولش خوبه، مثلا کارش خوبه. به علاقه، اولا من معتقدم این یه بازی دو طرفه است، علاقه باید منجر به درآمد بشه. من چون از انیمیشن نمیتونستم پول در بیارم گذاشتم کنار، یا مثلا طرف میبینی به گیتار علاقه داره ولی دو سال میزنه چون نمیتونه ازش پول در بیاره میذاره کنار. علاقه ای که منجر به کسب درآمد نشه کنار گذاشته میشه معمولا. از طرفی هم وقتی شما میخواد از وقتی طرف دنبال پول در آوردن، خب الان از هر روشی میشه پول در آورد. من آدم میشناسم تو اسنپ مثلا روزی نزدیک 600-700 هزار تومان در میاره. خب این اگه صرفا هدف پول در آوردن، آدم میتونه بره سراغ کارهای راحت تر، چون برنامه‌نویسی یه رشته ایه که همیشه باید آپدیت باشی. مثلا من پدرم و برادرم کارش مهندس عمرانن، مهندسی عمران دانشی که 30 سال پیش داشتنم هنوز داره کار میکنه، ولی منی که برنامه‌نویس موبایلم اگه 3 سال پیش جاوا بلد بودم امروز باید خودم رو بروز بکنم کاتلین بلد باشم اگه میخوام آدم بروزی بمونم. اگه ASP کلاسیک زمان دانشگاه کار میکردم بعدا ASP.NET اومده. یعنی این خوراک کسایی برنامه نویسی و برای کسایی مفیده که روحیهشون میطلبه، دوست دارن آدم های خود آموزی هن، دوست دارن کنکاش کنن، مسئله حل کنن، یه در واقع ابزاری رو تولید کنن که مشکلات دیگران حل بشه. اگر صرفا پول در آوردنه که از هر کاری میشه پول در آورد، ولی اگر کار شما خوب باشه تو برنامه‌نویسی اتفاقا منجر به کسب ثروت میشه. شما چند سال پیش میلیاردرهای دنیا رو نگاه می‌کردی چی کاره بودن؟ رئیس کارخونه فورد، رئیس کوکاکولا. الان لیست 10 تا میلیاردر دنیا رو نگاه کنید، همشون دنیای آی تی ان، حتی غیر از ایران ها. یه مسئله دیگه هم هست، این که خب حالا فرض کن مثلا یک دانش آموزی بر همون استیجی که خودتون دبیرستان بودید، اکثر کتابای دبیرستانی میخونن، خب تو دبیرستان هم محتوایی که دارن ارائه میدن زیاد حالا به درد اینور دنیا نمیخوره، اینور که وقتی میان فارغ التحصیل میشن، اون که چجوری بفهمن به درد این کار میخورن یا نه. حالا مثلا مختص حوزه برنامه نویسی نه، مثلا شما از همون دور دبیرستان متوجه شدید که مثلا آره من علاقه دارم به این حوزه، حالا انیمیشن رو به یک دلیلی گذاشتم کنار، ولی خب من آدم این کارم. این رو چجوری باید بفهمن؟ یعنی این که من شخصیت و روحیتم میخوره به این کار. من روز اول به این نتیجه نرسیدم مثلا من به درد برنامه نویسی میخوام، یا حتی ممکنه تو برنامه نویسی پیشرفت کنم، یا میتونه شغل آینده باشه. من هیچ وقت تصمیم نگرفتم برنامه نویس باشم. من همیشه خودم رو یه مهندس مکانیک که تصور میکنم که درسم خوندم سربازیم و رفتم و 27 سالگی تو کانادا دارم کار مکانیک میکنم، چون اون موقع مهد مکانیک کانادا بود، همه دوست ما مهاجرت میکردن اون موقع. من در واقع کاری که کردم، همیشه چیزی که دوست داشتم و شروع کردم، به این باور رسیدم که این قرار نیست تا آخر عمر با من باشه، وحی منزل نیست. مثلا الان یه نفر رو میبینی 3 سال داره بررسی میکنه آیا جاوا بخونه یا پایتون. خب توی 6 ماه اگه وقت میذاشی دوتاشو میتونستی بخونی، آزمون رو خطا کن. من انیمیشن رو شروع کردم به خاطر اینکه علاقم بود، دیدم به دردم خوب گذاشتم کنار. برنامه‌نویسی رو شروع کردم مون، مکانیک رو خوندم گذاشتم کنار. اگر شما الان برنامه‌نویسی رو شروع کردین، به این فکر نکنین که انقدر ذهنتون رو وسواس به خرج وسواس فکری ایجاد نکنین برای خودتون که آیا من به درد برنامه‌نویسی می‌خورم یا نه. اولا همه به درد برنامه‌نویسی می‌خورن به نظر من، فقط برنامه‌نویسی یکم تجربه و حوصله می‌خواد به خاطر اینکه مطلب بخونی. حالا ممکنه سرعت یادگیری بعضیامون یکم کمتر باشه، روش یادگیری متفاوتی رومون جواب بده، یکی یه مدل دیگه. قرار نیست هممون بشیم استیو جابز یا مارک زاکربرگ. الان توی شرکتم که شما میری، همین شرکت مثلا دیجی کالا 10 لول برنامه‌نویس داره. خب شما ممکنه انقدر علاقه مند باشی که لول 3 اونجا مثلا از نظر روحی ارضا کنه شما رو. قرار نیست که هممون نابغه باشیم که. و به نظرم مخصوصا دوستانی که مثلا توی سن دبیرستان و اول دانشگاه شروع میکنن، سن خوبی دارن، وقت برای آزمون و خطا دارن. مثلا منی که الان دیگه شرکت دارم، درگیر کارم، 1001 مشکلات دیگه تو زندگیم دارم، شاید راحت نباشه برام الان جاوا رو کامل بذارم کنار، برم طراحی رو بزنم که اصلا بزنم یو ایکس دیزاینر بشم. ولی طرف از تو 20 سالگی تا 25 سالگی 4 تا فیلد رو عوض کرده. یعنی فکر نکنید اینکه شما یه چیزی رو دارین شروع میکنید قرار همیشگی باشه. اصلا ممکنه 3 سال دیگه منسوخ بشه. مثلا من دوران اول دانشگاهم زبان برنامه‌نویسی بورلند دلفی کار میکردم، الان سرچ کنید فقط یه صفحه ویکی‌پدیا ازش مونده. دلفی عکس دلفین. دقیقاً. یعنی وسواس فکری نباید به خرج بدین. خود مسیر به ما نشون میده، مهم شروع کردنه. اصلا تو دنیای برنامه‌نویسی من سر کلاسام همیشه میگفتم به بچه‌ها، میگفتم سخت‌ترین کاری که با یه ابزار برنامه‌نویسی می‌خوای شروع کنی همون هلو ورده است. شما اگر توی جاوا الان تونستی یه اپ موبایل بنویسی بنویسی هلو ورد، از این به بعد ادامش بدی با سرچ، با کلاس، با پرسش و پاسخ، با بررسی اپ‌های دیگه میتونی یه اپ 5 صفحه‌ای بنویسی، بعد از اون میتونی یه اپ 10 صفحه‌ای بنویسی. من بر داستانه مثلا دبیرستان و دانشگاهمو مثال زدم برای اینکه الانی که من مثلا اومدم اپلیکیشن نتبرگ، حالا شاید دوستان ندان نتبرگو من نوشتم، نتبرگو سال 92 که من نوشتم
بهترین اپلیکیشن کسب و کاری ایران بود. یعنی فقط با کافه بازار مارکت بودن، نه دیوار بود، نه شیپور بود، نه دیجیکالا، نه اسنپ، نه تپسی، و خیلی چیزا رو ما اصلا بلد نبودیم چیکار کنیم. اینکه الان اپلیکیشن ها میبینید از داخل اپ میان بیرون، میرن توی وب، داخل درگاه پرداخت میکنید، دوباره شما رو برمیگردن، این ابداع ما بود توی نتورک. چون تو دنیا این کارو نمیکنم، مثلا پیپال میاد یه استیکه میذاره داخل اپ، این ما میفرستیم تو درگاه، به خاطر اینکه قوانین ما اجازه نمیده قوانین شاپرک اطلاعات بانکی رو بگیری. اینکه من اپ نتورک رو به عنوان اولین اپ کسب و کاری نوشتم، بعد از اون تخفیفان رو نوشتم، اپ آوای اول برای همراه اول نوشتم، یه مجموعه 50 تایی از اپلیکیشن معروف ما نوشتیم، یا مثلا لیون کامپیوتر وبسایت معروف تو حوزه کامپیوتر ما نوشتیم، در واقع منم از پشت همین میزا شروع کردم. یعنی دیدم یه روزی من دوست دارم 3 تا صفحه وب درست کنم. الان مثلا وقتی به یکی میگی اسنپ دیجیکالا، فکر میکنه انقدر اون پشت پیچیده است که از نظر سیستم مثلا اداری و سیستم سازمانی پیچیده است، ولی اون پیچیدگی 100 تا آدم مثل ما نشستن اونجا، یکیشون روز اول کارآموز، یکیشون 100 در واقع 100 روز زودتر شروع کرده. الان تفاوت من با شما فقط اینه که 17 18 سال زودتر شروع کردم، همین. آره دقیقاً، این نکته خیلی خوبیه. آره شما چون از دبیرستان هم شروع کرده بودید و ادامش رو حالا مکانیک خوندید و بعد اومدید سمت برنامه‌نویسی، این ادامه مسیر برای شما چه جوری بود؟ یعنی چه جوری تصمیم گرفتید که خب من الان تو این مرحله هستم، چی رو برم یاد بگیرم؟ چه جوری تصمیم گیری کردید حالا بین راه‌هایی که وجود داره؟ مثلا بچه‌ها چون اکثرا کسایی هستن که تازه وارد حوزه برنامه‌نویسی شدن، تازه مفاهیم برنامه‌نویسی رو خوندن، تازه برنامه‌نویسی وب رو کار کردیم و خب حوزه‌های خیلی مختلفی هست که میتونن کار بکنن. چجوری این تصمیم گیری اتفاق بیفته برای بچه‌ها؟ من قبل از اینکه زبان برنامه‌نویسی یا تکنولوژی رو انتخاب کنم، اینو قبول کردم که زبان برنامه‌نویسی تکنولوژی ابزار کار منه. ببین مثلا این الان مثلا یه دندونپزشک بپرسه من با چی کار کنم؟ ببین شما اول باید دندونپزشک باشی، بعد با تکنولوژی روز کار کن. شما قبل از اینکه زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب کنی، باید برنامه‌نویس بودن رو یاد بگیری. برنامه‌نویس بودن یه قسمت مهمش هنر حل مسئله است. مثلا من همیشه به دوستان معرفی می‌کنم، یه کتابی هست به اسم هنر حل مسئله، دوستان بخونن. من وقتی یه مشکلی پیش میومد، یه کمبودی احساس می‌کردم یا برای خودم یا دیگران، من اولین بار که گوشه اندرویدی تازه اومده بود، میگم جز اولیا بودیم که تو ایران برنامه‌نویسی اندروید شروع کردیم، یکی از دوستان رفت انگلیس زنگ زد که اینجا یه سیستم عاملی اومده اندروید و میگن آینده مال اینو با اپل رقابت میکنه. من اون موقع طرفدار سیمبیان بودم، بین اپل و سیمبیان گوشه خیلی داغونی بود زمان خودش. من رفتم با اولین پولی که گرفتم، یه پروژه به من پیشنهاد شد، طرف گفت این پروژه ما رو چقدر انجام میدی؟ من گفتم 800 هزار تومان، به خاطر اینکه گلکسی اس توی سامسونگ 800 هزار تومان بود. یعنی به قیمت اصلا رقم پروژه دستم نبود، پول پروژه رو گرفتم، سر راه گلکسی رو خریدم، اومدم خونه، دیدم دیکشنری نداره این گوشیه. اون موقع مثل الان گوگل ترنسلیتور اولا نبود اپلیکیشنش و آفلاین هم کار نمی‌کرد و خیلی هنوز اپلیکیشن دیکشنری جدا اول اپای بود که نصب می‌کردی، دیدم دیکشنری نداره. ببین این یه مسئله است، برای حل این مسئله من باید چیکار کنم؟ من برنامه‌نویس باید براش اپ بنویسم دیگه. من رفتم اپلیکیشن دیکشنری توکان رو نوشتم، جزء اولین اپلیکیشن‌های پولی کافه بازار بود سال 91 92، که مثلا اون موقع یه عدد خوبی هم فروخت. من به این فکر نکردم من برم برنامه‌نویس اندروید بشم، من اومدم این مشکل رو حل کنم و دیدم برنامه‌نویس اندروید بلد نیستم، یکم جاوا بلدم، سرچ کردم چجوری باید یاد بگیرم، از کجا شروع کنم، مشو اکلیپس رو نصب کن، حالا امروز شده اندروید استودیو. و اینکه شما دنبال حل مسئله باشید. من چند وقت پیش اومد، همین الانم هم همین قضیه صادقه، من چند وقت پیش اومدم دیدم همه کسانی که آی او اس دارن میان تو کلاب هاوس عضو میشن و اندرویدیا موندن. من اومدم نسخه اندروید کلاب هاوس رو نوشتم، توی فکر کنم 25 روز 40 روز 1.2 میلیون نصب گرفت و هم باعث شناخته شدن ما شد، هم پول ازش در آوردیم، تبلیغ گذاشتیم، و از این 1.2 میلیون 300 هزار تاشون کاربرای عربی بودن که از مصر و لبنان و عربستان و اینا اپو نصب کرده بودن، کلی کانکشن خارجی من گرفتم. یعنی دارم میگم هدفمون رو وقتی بذاریم، تمرکزمون رو بذاریم رو اون هدف برنامه‌نویسی و حل کردن اون مشکله، ببین نبودن نسخه اندروید مشکل بود دیگه، من حلش کردم. آره این خیلی چیز این خودش پول برای شما میاره، شهرت میاره. من شاید حالا دوستان شاید بدونن من تو توییتر و اینستاگرام فالوورم کم نیست، ولی همین اپلیکیشن کلاب هاست نزدیک 15 روز 11 هزار تا فالوور تو اینستاگرام به من داد. خب الان مثلا طرف برای اینکه فالوور تو اینستاگرام بگیره به 1000 در میزنه. وقتی تمرکز کنی همه چی رو از از برنامه‌نویسی واقعا میتونی به دست بیاری. آره دقیقاً، این طرز نگاه هم خیلی مهمه. آره اینکه بتونیم ما حالا به مسائل مختلف نگاه بکنیم و بعد از توش در بیاریم که حالا مثلا این اینجا احساس نیازه. دقیقاً. بریم تو این الان هزاران هزار که بیشتر، صدها هزار، ده ها هزار نفر برنامه‌نویس تو ایرانا، آقا نسخه اندروید کلاب هاوس وجود نداره، چرا کسی نمیره اینو درست کنه؟ وقتی تو درستش میکنی همه میگن آ مثلا کاش که من درست میکردم، ولی چرا کسی این کارو نمیکنه؟ به خاطر اینکه خیلی یاد گرفتن به عنوان برنامه‌نویس متأسفانه یه سری تسک انجام بدن فقط.
مثلا طرف یا یه شرکتی کار میکنه یا خودش یه پروژه‌ای داره پول در میاره یا مثلا عضوی از یه تیمه، فقط اون کارا رو انجام میده. مثلا طرف پنجه بعد از اون میاد خونه دیگه میبنده سیستمو. این روحیه برنامه‌نویسی نیست به نظرم. خیلی مهمه ما نگاه کنیم ببینیم چی کمه الان. بگیریم دنبال اون مشکله. آره. نتورک رو اشاره کردیم بهش، سال 92 که شروع کردین کار بهش. اون موقع اصلا فکر کنم مفهومی به اصلا از تشکیلات سازمانی که اصلا به اسم استارتاپ الان میشناسیم تازه شروع شده بود و داشت جا میافتاد و شرکت مثل دیجی کالا و اینا اومدن روی کار و فرهنگش ولی وجود نداشت. خب مثلا اینکه ما بریم روی کرده مثلا لین چیه؟ نه فرهنگش وجود نداره. آره. مثلا برادران محمدی دیجی کالا رو قدیم رو انداخته بودن. اون زمان آقای سیامک، آقای کیایی اسم کوچیکشون خاطرم، سایت ایستگاه رو داشت. ایستگاه مثل دیوار الان بود، وب بود، ولی تقریبا زمان دلار 700 800 تومانی ماهی 40 50 میلیون تومان فروش داشت. اونها یه کاری کرده بودن، استارتاپ بودن، ولی نمیدونستن. همونطوری که من میگم تو دیتابیس یه کاری میکردن، نمیدونستن مثلا این اسمش نورمالیزاسیونه. آره. یعنی اینو میخوام بدونم که چجوری اون فرهنگ رو تونستید حالا بین این افراد سازمان برقرار کنید، اون هدف رو چجوری تعیین کردید؟ چون کانسپت استارتاپ نمیدونستید چیه و شاید الان خیلی هم از بچه‌هایی که اینجا اصلا نمیدونن استارتاپ چیه. اگه بخوام یک تعریف اولی از استارتاپ بکنید و اینکه ببینید که این چجوری اونجا قضیه رو هندلش کردید. ببین شما وقتی الان خیلی از ماها هممون تقریبا ایده داریم تو ذهنمون، حتی کسانی که رشتهشون مرتبط نیست، عمران و معماری خودن، یه ایده دارن تو حوزه آنلاین، تو حوزه کسب و کارهای آنلاین یه چیزی راه بندازن. وقتی این ایده رو دارید، همه چی تو فکر شماست، هیچ قطعیتی نداره. شما ممکنه اینو اصلا به عنوان ایده نگرد، ممکنه پیاده سازی کنید. وقتی اینو پیاده سازی میکنید، از 4 تا از دوستاتون میپرسید مثلا این ایده خوبه؟ خب این دوستا مثلا همه به شما میگن آره دیگه، از پسر خاله و برادر اینا نه نمیگن به شما. این غلطترین روش تسته. این در واقع بوم کسب و کار و اینا میاد، اولا این کارا رو به شما یاد میده، اصولش میکنه، یه بوم جلو شما میذاره، میگه اگه میخوای کسب و کار را بندازی همین ایدت رو بیار رو کاغذ. وقتی میاره رو کاغذ، باعث میشه جاهای اشتباهاشو چکشکاری کنی. همون کاری که من 5 سال مثلا آزمون رو خطا میکردم سرم به سنگ بخوره، شما تو 3 روز میتونید تو بوم بیارینش. اینو با 4 تا مثلا منتور یا مربی کسب و کاری مشورت میکنین. بعد که اینو پیاده سازی کردید، فرض کنید یه اپلیکیشنی شده ایده شما، بر اساس این اومده توی مارکت. این هنوز اپلیکیشن معلوم نیست، قرار 3 ماه دیگه تعطیل بشه یا قرار بشه کویز آف کینگ بترکونه. این به خاطر اینکه عدم قطعیت داره و ممکنه به یک کسب و کار استیبل تبدیل بشه. موقع اون دوره‌ای که سازمان شما قطعیت نداره موندنش، بهش میگن استارتاپ. استارتاپ حالا تعریف‌های مختلفی داره، ولی یکی از معروف‌ترین تعریف‌هاش اینه که یه سازمان موقتیه برای عبور کردن از این دوره. و معمولا ایده‌هایی رو میگن ایده‌های استارتاپی که چند تا شرط داشته باشه، یه مشکلی رو حل کرده باشه یا یه مشکلی که حل شده رو راحت‌تر کرده باشه، کسب درآمد داشته باشه، اسکیل پذیر باشه. مثلا اینکه شما یه وبسایت وردپرسی میزنی، خودتون مثلا میایین مطلب توش می‌نویسین، خب این ممکنه استارتاپی نباشه. یا مثلا طرف میاد یه کسب و کاری میزنه، یه دونه نمایشگاه ماشین داره، خودش آنلاین ماشین اجاره میده، اون اسکیل پذیری نیست، الان نمیتونه به بندر عباس ارائه بده. ولی اسنپ و دیجی کالا، همین مثلا دیوار، همین که شهر ایلامو باز کنه، ایلام سرویس میگیره، این اسکیل پذیره و مدل درآمدیش باید تکرار پذیر باشه. شما اگه آگهی میدی نردبان، هفته بعد ماه بعدم میدی، باید تکرارش کنی. ولی اینکه من بیام یک بار از شما مثلا اکانت پریمیوم تو اپت بخرم، ببین کسب و کار آنلاین داری درآمد داری ازشون، ولی تعریف استارتاپ نیست. استارتاپ یه سری از این تعاریفه و اومده در قالب یه سری در واقع چارچوب به شما یه سری چیزا رو یاد میده که خیلی واقعا کمک میکنه، باعث میشه دیگه هی نری سرت به سنگ بخوره. به همه ما، هر کدوم اون از ایده هایی که داریم، ایده تو ذهنمون به 2 قسمت تقسیم میشه، یا ایده هایی که فکر میکنیم قرار دنیا رو عوض کنه، یا ایده هایی که از نظر خودمون احمقانه است. الان اگه بگی 2 نفر ایدهشون رو ارائه بدن، روشون نمیشه، به خاطر اینکه فکر میکنن احمقانه است. و اون کسی، این کسب و این بومه باعث میشه اون کسی که خیلی رویایی راجع به ایدهش فکر میکنه، وقتی میاد روی بوم از نظرات نفرات مختلف اشکالاتش رو میشنوه، کوتاه میاد در واقع تعدیل میکنه ایده رو. اون کسی هم که خجالت میکشیده، میاد اینو در واقع میاره بالا، میبینه نه ایده خوبه. مثلا قدیما چند سال پیش یه دوست ما میگفت من میخوام یه دونه سایت بزنم آنلاین دلیوری غذا داشته باشه. مثلا من میگفتم آخه مگه میشه مثلا رستوران پایین خونه تلفن میزنی، بعد طرف همینم هم بیاد تو سایت انجام بده؟ مثلا ایده به نظر منم که دوستش بودم مسخره بود، ولی الان میبینیم مثلا گرفته و اصلا فرهنگ سفارش غذا رو عوض کرده. در مورد ایده میخوایم جلوتر صحبت بکنیم و نکات خیلی خوبی هم حالا در مورد اون هدینگایی که یک استارتاپو تشکیل میده، اون تعاریف اصلیش
انجام شد. یه چیزی در مورد ایده می‌خوایم حالا بیشتر صحبت بکنیم. اینکه اول در مورد صحبت کنیم مثلا چجوری به این ایده برسیم، چون قبلا هم تو همین صحبت بهش اشاره شد که این طرز نگاه خیلی مهمه، اینکه من مثلا یه مسئله اینجا نیاز می‌بینم برم دنبالش و این نیازه رو حل بکنم. چجوری بعضی خب دوست دارن مثلا کار استارتاپی رو طرف مثلا روحیه‌اش این که مثلا بره یه کارآفرینی انجام بده و کارهای مختلف بکنه، ولی خب این ایده نمیاد. این رو حالا راهکاری داشتین برای این اون موقع؟ خیلی از کسانی که حالا سرچ بکنین زندگی نامه‌شون رو بخونین، کسانی که ایده داشتن خیلی اون ایده به خاطر حل مشکل خودشون بوده. مثلا برادران محمدی دیجیکالا دنبال دوربین خریدن بودن، دیدن چه بازار آشفته‌ایه، اومدن یه سایت زدن که ریویو دوربین باشه که نفر بعدی خواست اینو بخره راحت‌تر باشه. و دیجیکالا اول ریویو دوربین بوده، بعد دوربین فروخته، بعد کالای دیجیتال، بعد به این گستردگی رسیده. خیلی اول حل مشکل خودشونه. یه سری هم هستن که نه، میان مشکلات دیگرانو میبینن، میبینن مثلا تو حوزه های مختلف چه مشکلاتی هست، اون مشکل رو بخوان حل کنن، چه ایده‌ای به ذهنشون میرسه. یه راه راحت هم اینه که تو کشورهای حالا آسیای خاورمیانه کلون کردن ایده های بین‌المللیه. کار بعدی نیست مثلا یه آقا الان اوبر بکشیشم تو ایران سرویس نمیده، خب چه اشکال داره یکی بیاد اسمپ و تپسی رو بزنه. و الان توی گوگل پلی شما اگه بگردی اصلا تو حوزه گیم هزاران گیم پیدا می‌کنی که احتمال زیاد ایرانی‌ها بهش علاقه دارن و اصلا نمی‌دونن همچی چیزی هست. شما اونو اگه بیای ایرانیزه کنی به مثلا کویز آف کینگ که یه ایده عجیب غریب جدید نبوده، که یه ایده بوده که پیاده شده قبلا. اسنپ و تپسی هم همینطور، دیجیکالا هم همینطور. حالا جرقه اون ایده حل مشکل خود طرف بوده، انقدر ایده هست که آره آدم بعضی وقتا سردرگم میشه به کدوم کار بکنه. میخوام رو همین ایده بمونیم. خب من میخوام بدونم که من الان مثلا به عنوان فرد رسیدم به یک ایده ای، میخوام بریم از نظر اخلاقی بررسیش کنیم، چیزی که حالا آخرش صحبتمون هم بهش اشاره شد، اینکه آیا واقعا من اینو باید برم انجام بدم؟ چون من دارم طرحی، اپلیکیشنی، سایتی میارم بالا که یک تأثیری رو اجتماع میذاره، قرار تعداد یوزر جامعه داشته باشه و این تاثیر هم میتونه مثبت باشه هم منفی، هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. اینو چجوری میتونیم مثلا در بیاریم که آیا مثلا واقعا حالا قرار نیست حتما ما سرویسی که ارائه میدیم حتما به مشتری باشه، میتونه به بقیه بیزنس ها باشه. آیا واقعا مثلا این بیزنسی که داریم ارائه میدیم، این خدمتی که داریم ارائه میدیم تاثیر مثبتی داره روی جامعه یا تاثیرش میتونه منفی باشه؟ این رو همین چارچوب اخلاقی تعریف میشه اصلا تو این حوزه؟ ببین تو همهش مشاغل به نظر من چارچوب اخلاقی وجود داره و خیلی وقتا توی کسب و کارهایی که در واقع کسب و کارهای شغلهای مختلف باعث میشه طرف از چارچوب اخلاقی خارجه، معمولا قضیه کسب درآمده. و توی حوزه کسب و کارهای آنلاین چون قضیه یکم اسکیل پذیره و عددها بزرگتر میشه، خیلی این وسوسه بیشتره. مثلا یه پزشک، الان یه پزشک اخلاق مدار شما میتونی بشناسی که همه جای دنیا راجبش صحبت کنه، خوبم داره پول در میاره، ولی پزشکایی میتونی مثال بزنی که مثلا از اخلاق پزشکی و قسم و همه رو زیر پا گذاشتن به خاطر مثلا 4 میلیون 10 میلیون پول، حالا عدد بالاتری بیشتر. توی برنامه‌نویسی هم همینه. مثلا مثال براتون بزنم، ببین الان چند وقت پیشا قضیه فیشینگ هممون شنیده بودیم چه قضیات بود دیگه. موقعی به من پیشنهاد شده بود سایت های فیشینگ بنویسم که هیچکی نمیدونست فیشینگ چیه، اصلا پلیس فتا وجود نداشت. میدونی من اون موقع اگه این کار رو میکردم قطعا الان تعداد ماشینام توی یکی از کشورهای اروپایی خیلی بیشتر از افرادی بود که دارن نشون میدن. بعد از اون قضیه ارزش افزوده بود واس که به مردم گول میزدن توی ابزارهای عضو بشن به بهونه‌های مختلف، توی اپلیکیشن مثلا آموزش آشپزی، و شما وقتی هم حواستون نبودین شما داشت شارژ می‌کردن. به ما کلی پیشنهاد شد اینو بزنیم، ما مجوز بیاریم پول در بیاریم. سایت‌های شرط بندی که امروز مثلا کلی حالا مردم رفتن پول دادن و یه سری اونور پولدار شدن، خیلی قبل از اینها اصلا موقعی که تو ایران هم یکی دو نمونهشو داشتیم، بی وین 90 بود اگه دوستان یادشون باشه که رو لباس بعضی از تیم‌ها هم حتی تبلیغ می‌داد، اینقدر کسی حواسش نبود به این سیستم. اون موقع به ما پیشنهاد این کارا می‌شد. خب ببین من یه بار دو بار سه بار روی این وسوسه پا گذاشتم دیگه، یعنی میگم تأثیر میتونه داشته باشه. الان شما میتونید یه دونه در واقع سایت قمار بنویسی، حالا من کاری ندارم قمار خوب و بد اخلاقش، قماری که به شکل امروزی تو برای تا سایت ایرانی داره استفاده میشه در واقع داره فریب میده به خاطر اون رباتایی که پشتشه. خب شما میتونید یه برنامه‌نویسی باشه اینو بنویسید، اونم تأثیر داره دیگه، تأثیر منفیه. ولی میتونید یه اپلیکیشن بنویسید مثل اسنپ
یا یه ایده داشته باشی. مثلا میگم بنویسی، منظورم که عضوی از اون تیم باشی، حالا ممکنه ایده پردازش باشی، برنامه‌نویسش باشی، هد فنیش باشی در آینده. خب این ببینید، شما الان هزاران کسب راننده تاکسی رو کارشون راحت‌تر کرده، افرادی که کارمند بودن مثلا یا یه شغل دیگه داشتن، دوست داشتن تایم خالیشون رو یه درآمد بیشتری داشته باشن، کار راحت کرده. اگه من می‌رفتم یه محله دنبال آژانس بعد می‌گشتم، الان همون جایی که هستم می‌زنم رو گوشی، یا اسنپ فود یا دیجی کالا. به اینها تاثیرات مثبتیه. و یکی از دلایلی که اصلا یکی از انگیزهایی که خیلی از برنامه نویس ها یا کسانی که این سرویس ها رو خلق میکنن براش اچیومنت حساب میشه، اینه که بعد از یه تایم میبینن ای اپلیکیشنی که تا دیروز نبود من نوشتم، الان 10,000 نفر دارن استفادهش میکنن. من وقتی میدیدم آقا نتبرگ مثلا 1,000,000 نفر نصب کردن، و از این ورم کسب و کارهایی که تو نتبرگ تبلیغ میذاشتن فروششون رفته بالا، فروش حتی به سازمان نتبرگ کمک کردن، نتبرگ مثلا فروشش 30-40% اومده رو اپلیکیشن، تو شرایطی که هنوز مردم خیلیشون اسمارت فون نداشتن. خب این تاثیر خیلی لذت بخشتر از پوله. و من میگم وقتی برای این لذت و به این دید کار میکنی، پول هم میاد. ببین من روزی که کلاب هاست رو نوشتم، شاید بگم 7-8 روز شبا تا 4-5 کار کردم. خب ما شرکت داریم، بچه همون اگه 5-6 هم میرن، من تا 7 هم میمونم کار اونا رو چک میکنم. اونا که میرفتن من میشستم خودم یه نفری کد زدم، بخاطر اینکه علاقه ام بود. حتی به دوستام نگفتم بیاین کمک. من اصلا فکر نمیکردم الان این قرار چقدر نصب بشه، فکر نمیکردم قرار ازش پول در بیاد، ولی ازش پول در اومد، خیلی هم در اومد. اصلا دیگه شرکت های بزرگ زنگ میزدن، به خاطر اون بنر انقدر ترافیک داشت صف بسته بود، یعنی صف شدن بهشون میگن 4 هفته دیگه. یعنی من میگم وقتی برای اون کار کنی پوله میاد، ولی فقط برای پول کار کنی، خب میگردی دنبال ایده های زود بازده. مثل الان خیلی ها مثلا داره میبینی دیگه تو ایران، یکی مثلا داره تو حوزه کریپتو کوین جعلی میفروشه، یکی سایتش بت داره، یکی به بهونه مثلا اپلیکیشن میشه اس ام اس میزنه مثلا ابلاغیه سنا داری بیا حسابتو خالی کنم. آره. اونم برنامه نویسه دیگه، اونه که یه آدم کنار خیابون نمیشه، درست نکرده که. آره حالا ما میگم به عنوان برنامه نویس ها، حالا شما به عنوان برنامه نویس ها، ما که عددی نیستیم توی این بازار هنوز، چون داریم کار میکنیم و بلدیم میتونیم انجام بدیم، این دیگه دست خودمونه که یک سری چارچوب هایی داشته باشیم، یک سری خط قرمزایی که خب آقا من از اینجا دیگه جلوتر نباید برم، برای جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم تاثیر خوبی نداره. اکثر کسانی که برنامه نویسی رو شروع کردن احتمال خیلی زیاد اینو تو خودشون دیدن که میخوان تلاش کنن برای اینکه همون دنیایی که دنیای کوچیک خودشون، حتی اطرافیانشون، شرکتشون، شهرشون، کشورشون یا دنیای کلی جای بهتری باشه. و به خاطر اینکه این دید تو اکثرشون وجود داره، خب خیلیاشون خود به خود به این اخلاق پایبندن. مثلا چه دلیلی داره یه نفر که میتونه بره یه کار خیلی راحت تری کنه، پول در بیاره، بشینه کد بزنه، ساعت‌ها مطلب بخونه، هی خودشو به روز نگه داره؟ به خاطر اینکه غیر از پول مسئله دیگه هم براش مهمه. اینکه یه اپلیکیشن درست میکنه مثلا 2000 نفر معلول کارشون راحت تر میشه، 100 تا راننده تاکسی، 500 تا خانم خونه دار، این براش لذت بخشه. ولی برای رضای خدا این کارو نکرده، داره پولم در میاره، پول لذت بخشتری در میاره. این حالا کلا بحث خیلی طولانی هم هست، اصلا فلسفه پشتش. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. خواهش میکنم اگر نکته ای هست، سوالی هست که نپرسیدم دوست دارید که در موردش فقط یه نکته بکنید. اشاره کنم دوستان از این به بعد که اگه خواستن یه قطعا الان هر کدوم از دوستان یه تکنولوژی رو یه ذره ممکنه یا بیشتر یاد گرفته باشن، یکی جاوا اسکریپت، یکی پایتون، یکی سی، 4 روز دیگه یه تکنولوژی جدیدتری رو پیدا کنه، یا جدیدتر نه اصلا ببینه اون بیشتر به علاقش جوره. اگر خواستین یه تکنولوژی جدید یاد بگیری، من خودم هر وقت میخوام یاد بگیرم چند تا نکته رو مد نظرم قرار میدم. یکی اینکه این تکنولوژی چقدر جدیده. به موقعی که من اندروید رو شروع کردم، اندروید جدید بود، جدید شدنش برای من خیلی آورده شد داشت. هر جا من میرفتم گفتم آقا میلاد نوری برنامه‌نویس اندروید، و هر کلی پروژه میومد سمتم. جدید بودنشو در نظر بگیرید، میزان کاربردی بودنشو در نظر بگیرید. مثلا برنامه‌نویسی بلاکچین الان جدیده، خب ولی ببین آیا تو ایران انقدی کاربردی است بتونید ازش پول در بیارید؟ ولی HTML و CSS انقدی جدید نیست، ولی انقد کاربردیه که میچربه. شما مثلا خفن ترین تکنولوژی هم درست کنید بخواید تو صف تو اینترنت پروموتش کنید، نیاز به دو صفحه HTML CSS دارید. یه موردم اینه که کامیونیتیشو بسنجید. ببین مثلا الان لاراول یه فریم ورک PHP، قطعا بهترین فریم ورک PHP نیست، ولی همه گیرتره. شما اگه بخواین کار کنید، منابع آموزشی زیاد پیدا میکنید، به خاطر اینکه خیلی ها استفاده میکنن، باکاش زود رفع میشه. بخواید استخدام کنید آدم توی سایت های کاریابی نگاه کنید، بیشتر رزومه آن لاراوله. کامیونیتیش بزرگه، ممکنه الان یه زبان برنامه‌نویسی من درست کنم اسمش میلاد لنگ باشه، خب ولی شما وقتی فقط 3 نفر دارن اینو در واقع
جلو میبرن به عنوان تحقیق و پژوهش خودتون خوبه، یه سرکی بکشید ببینید چیه سینتکس چطوریه، ولی نرین سرمایه گذاری وقت و عمرتون رو اون کنید. یه مورد دیگه هم اینه که کسب درآمد تو شرایط جغرافیایی خودتون فکر کنید. مثلا اگه الان شما پلنتون اینه تو ایران 5 سال آینده بمونید و برید توی اسنپ و دیجیکالا کار کنید، یا میخواین خودتون برید یه اپ بنویسید تو کافه بازار، یا یه موقع هم پلنتون اینه برید آلمان مهاجرت کنید، این انتخاب میتونه متفاوت باشه. ببین مثلا توی اروپا و آمریکا الان برنامه‌نویسی iOS یکی از پردرآمدتریناست، ولی تو ایران شما نه خودت میتونی اپ بنویسی بذاری تو اپ استور، به خاطر تحریمایی که اتفاق افتاده کسب و کارام دیگه برنامه‌نویسی iOS نیاز ندارن. یعنی انتخاب شروع برنامه‌نویسی iOS توی ایران با توجه به اینکه پلن شما باشه در آینده اینجا کار کنید ممکنه انتخاب اشتباهی باشه. من خودم این چارتا رو همیشه نگاه میکنم وقتی میخوام تکنولوژی ابزار جدید رو یاد بگیرم. خیلی ممنون، مرسی، واقعا نکات خیلی ارزشمندی رو مرسی از شما.